با سلام حضور شما بینندگان عزیز، در اولین روزهای سال 92 با اولین قسمت برنامه ایران در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. رژیم آخوندی با بحران‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنه و طبعاً برای حفظ حکومتش چه در داخل و چه در خارج کشور اهداف مشخصی داره که حاضر نیست از هیچ کدوم اونها کوتاه بیاد، مثل جلوگیری از سرنگونی بشار اسد و حفظ نوری مالکی به هر قیمت، دستیابی به بمب اتمی به هر قیمت، مهار بحران‌های داخلی و اجتماعی و اقتصادی و خلاصه سایر مشکلات. اما در این میان خط قرمز اصلی رژیم کجاست؟ چرا حکومت آخوندی تمام توان و امکاناتش رو به کار میگیره و از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کنه؟ هرچند پاسخ خیلی روشنه، اما در این قسمت از برنامه ایران در سالی که گذشت می‌خوایم اون بخشی از وقایع سال 91 رو مرور کنیم که دیگه هر شک و شبهه رو در این زمینه از بین می‌بره. این قسمت از برنامه اختصاص داره به وضعیت اجتماعی و اقتصادی میهنمون و رویاروی مردم با حکومت آخوندی در عرصه‌های مختلف. در سالی که گذشت رژیم آخوندی برای فرو نشاندن خشم متراکم توده مردم و شرایط انفجاری جامعه یک پاسخ بیشتر نداشت. افزایش سرکوب و برپا کردن چوبه‌های دار در چهار گوشه کشور. رژیم با تمام قوا تلاش کرد با ایجاد جو ارعاب و اعدام‌های فزاینده اوضاع رو مهار کنه، اما آیا چنین رژیم پوسیده‌ای اصلا توان چنین کاری رو داره؟ اعدام در ملأ عام، قتل‌های سیاسی در زندان، دستگیری‌های گسترده، احکام ضد انسانی، شلاق، شکنجه و قتل اعضای بدن، صحنه‌هایی است که میهنمان سال گذشته هر روز شاهد آن بود. در سال 91 رژیم به خصوص شمار اعدام‌ها را به نحو افسار گسیخته‌ای افزایش داد و مثلا در 13 روز اول اسفند ماه 82 زندانی را در نقاط مختلف کشور اعدام کرد. احمد شهید در گزارش خود از 500 اعدام رسمی و غیر رسمی در 2012 خبر داده است. در یک نمونه آن زندانی سیاسی ستار بهشتی که ظهر روز 9 آبان بعد از یورش دشخومان به خانه اش رو بوده شد، یک هفته بعد در زیر شکنجه های وحشیانه به شهادت رسید. ستار به خاطر انتشار مواضع ضد حکومتی و ایستادن بر سر اونها برای آخوندها قابل تحمل نبود. جوشش خون این کارگر آزاده و مقاوم در برابر وحشیانه ترین شکنجه ها چنان بود که بحران درونی رژیم را دامن زد و آخوندها مجبور شدند به جنایت اعتراف کنند و وعده رسیدگی و کیفر دادن عاملان را بدهند. سهلنگاری و اون قصور و اون کسانی هم که به طور طبیعی در هر بخشی از زمان دستگیری تا انتقال تا روزهای آخر هر کدوم به سهمشون اگر چنانچه قصوری داشتن که خب مسئولین زیرفت خودشون با قصور و با تخلف برد، اگر هم جرمی شده باشه که در بعضی از موارد درس کردن اجمالاً باز مشخص که ضربی صورت گرفته، نه ضرب منتهی به فوت ولی شده، بددهنی شده. خون ستار پیام پایداری و فداکاری برای آزادی رو به درون جامعه برد. مراسم 40 ستار بهشتی در رباط کریم به تظاهرات و اعتراض ضد حکومتی تبدیل شد. میخندید یا گریه میکرد؟ دو خنده میکرد، ما رو مسخره میکرد، میخندید. گفتم بچه من کم نیورد، من شب تا صبح به آش کردم که کم نیاره. مال شما کم نیورد، شیر و حلالش، شیر و حلالش گفتم خدا. واقعا ازش ممنونم، نه شیر حلاله، نه هرچی که راضی هستم خدا ازت راضی باشه. همیشه میگفتم مامان من ازت راضی هستم، خدا ازت راضی باشه. مامان از دازی هستم، خدا از دازی باشه. بگو مامان یه وقت اگه منو گرفتن میر پوزی زندان ایدین بشین اید بگیم، گفت اگه نگیرسن من با مادره دیگر ببینم کجا میرم. مامان میرم باشم، فقط باشم هم درد کنم. 14 سال من میرم، منو کنار بگیرم، من ندادم قربان جنت شو بدم. در دقیقه سعید منو بردن که برگردونم قربان ستارت برم. رژیم آخوندی همچنین به دلیل این جنایت با موجی از محکومیت و درخواست تحقیق بر سر آن در سطح بین المللی مواجه شد، از جمله از سوی انگلستان، کانادا، نروژ، اتحادیه اروپا، عفو بین الملل و سازمان خبرنگاران بدون مرز.
یکی دیگر از جنایت‌های رژیم در سال گذشته قتل فجیع یکی از شرکت کنندگان در قیام سراسری سال 88 بود. پیکر کرامت الله زارعیان در روز 9 آذر ماه در وان حمامی در تهران پیدا شد. او زیر شکنجه ماموران اطلاعات آخوندی جان باخت. بحران مرگبار اقتصادی و سقوط آزاد ریال که بعداً به اون خواهیم پرداخت یکی از بزرگترین قیام‌های سال گذشته را علیه ستم و چپاول آخوندی در پی داشت. قیام بازاریان و مردم تهران در 12 مهر با شعار بسیار گویا خطاب به سردمداران رژیم: سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. قیام بازاریان و مردم تهران بحران در رأس حاکمیت آخوندی را تشدید کرد. ولی فقیه ارتجا با یک هفته تأخیر به صحنه آمد و وحشت خود را چنین بازتاب داد: ببینید در تهران چند نفر یه عده‌ای به نام بازاری آمدن توی خیابان‌ها اغتشاش کنن. فوراً بازاری‌های محترم با موقع شناسی اعلامیه دادن، اعلان کردن که دروغ میگن، اینا از ما نیستن. در فتنه 88 بعد از انتخابات با اون عظمت، چند روز بعد از انتخابات یه عده آمدن اظهار مخالفت کردن، یه عده از این فرصت استفاده کردن، سلاح گرفتن، من کار رو به آشوب و تشنج کشوندن، پایگاه بسیج رو گلوله باران کردن. حرف ما این بود. دیکتاتوری آخوندی در واکنش به اعتصاب و اعتراضات گسترده بازاریان و مردم تهران در ماه مهر به نحو افسار گسیخته‌ای اعدام‌های جمعی را افزایش داد. 40 روز تحصن و 40 ساعت قیام در اصفهان. کشاورزان دلیر اصفهانی که مردم این استان هم به اونها پیوستند از پیشتازان قیام در سال 91 بودند. از صبح روز چهارشنبه 9 اسفند اعتراض‌های کشاورزان خشمگین اصفهانی علیه چپاولگری‌های سپاه پاسداران به درگیری با آنها تبدیل شد و مناطق گسترده‌ای از این استان را در بر گرفت. قیام کنندگان شعار می‌دادند: ولایت یزیدی، آب ما را دزدیدی. در این میان گروه‌های زیادی از جوانان اصفهان به کشاورزان پیوستند و آنها به همراه هم به پاسداران سرکوبگر و تأسیسات مختلف مربوط به رژیم حمله کردند. قیام کنندگان از جمله 10 خودرو و اتوبوس پاسداران را به آتش کشیدند و تأسیسات وابسته به سپاه را منهدم کردند. شلیک وحشیانه پاسداران با تفنگ‌های ساچمه‌ای 10 مجروح بر جای گذاشت. 10 تن از کشاورزان زحمتکش چشم خود را از دست دادند. سیاست‌های جاهلانه و سوداگرانه رژیم طی 2 دهه اخیر ضایعات بسیاری را برای کشورمون به بار میاره که در سال 91 نمونه بارزش خشکوندن دریاچه ارومیه بود. رو به نابودی رفتن این دریاچه خشم و خیزش ملی رو برانگیخت. در اوایل خرداد ماه 91 مردم غیور ارومیه در اعتراض به نابودی دریاچه شهرشان تظاهرات کردند. انبوهی نیروی سرکوبگر در نقاط مختلف شهر مستقر شده بودند تا از اعتراضات مردم جلوگیری کنند. اما مردم در حرکت‌های اعتراضی خود با حمله نیروهای انتظامی به مقابله برخاستند. وضعیت دریاچه ارومیه اعتراض هموطنانمان در نقاط دیگر کشور را هم در پی داشت، از جمله در تبریز، هم در خرداد و هم در شهریور ماه. دیکتاتوری آخوندی در سال گذشته سرکوب دراویش گنابادی را شدت بخشید و در شهرهای مختلف برخی را دستگیر کرد. اما دراویش مرعوب این اقدامات نشدند و با حرکت‌های اعتراضی خود با عوامل رژیم مقابله کردند. از جمله در هفته آخر دی ماه در شهر کرد در مقابل نیروهای یگان ویژه که قصد تخریب حسینی آنها را داشتند ایستادگی کردند. دراویش اصفهان و شهرهای همجوار هم در محل حسینی در شهر کرد تجمع کردند و مزدوران را به عقب نشینی وادار کردند. اقدام ضد انسانی دیگر رژیم بازداشت وکلای دراویش گنابادی بود که اعتصاب غذای آنان را در پی داشت. روز چهارشنبه 15 آذر در یک حادثه دلخراش انفجار و آتش سوزی در کلاس دختران دانش آموز در شین‌آباد پیرانشهر 37 تن مجروح و مصدوم شدند
و دو دختر معصوم جان خود را از دست دادند. این حادثه در حالی رخ داد که مردم محروم این روستا بارها نسبت به وقوع آتش سوزی در این مدرسه هشدار داده بودند. سردمداران رژیم در دعواهای باندی بر سر این فاجعه تقصیر را به گردن هم انداختند. اما چند روز بعد دانشجویان و جوانان مهاباد با تظاهرات خود به حکومت آخوندی پاسخ دادند و پرسیدند به کدامین گناه کشته شدند. راهیان نور یا راهیان مرگ. همه سال رژیم آخوندی در نمایش‌های مسخره‌ای تحت عنوان راهیان نور بسیاری رو به طور اجباری به مناطق جنگ زده غرب کشور میبره. اما نفرت انگیز تر از اون حوادث دلخراشی که در سال گذشته جان بسیاری از دانش آموزان کشورمون رو گرفت. در 29 مهر ماه 26 دختر دانش آموز اهل بودجن در بازگشت از یکی از همین نمایش ها در یک تصادف فجیع در جنوب غرب کشور کشته شدند. دو هفته بعد این بار در کمربندی شاهرود پروژه اجباری راهیان نور بار دیگر 17 دانش آموز را به کام خود کشید. واژگون شدن اتوبوس دانش آموزان با 2 کشته و 15 مجروح. مردم مناطق مختلف در اعتراض به اعزام اجباری دانش آموزان به جبهه‌های جنگ ضد میهنی دست به اعتراض زدند که از میان آن می توان به تجمع اعتراضی اولیای دانش آموزان مدرسه دخترانه در شهرستان فارس چهارمحال بختیاری در 11 بهمن اشاره کرد. در سال 91 مردم ایران بیش از هر وقت دیگه آثار غارت و چپاول باندهای حکومتی و برباد دادن سرمایه‌های ملی رو با گوشت و پوست حس کردند. رژیم غرق در بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های فلج کننده پروژه‌های اتمی و تروریسم منطقه‌ایش رو بی‌دنده و ترمز ادامه داد، اما پیامدش افزایش افسار گسیخته قیمت مایحتاج روزانه مردم، گرانی‌های بی سابقه، افزایش نرخ بیکاری و خلاصه انبوه فشارهای اجتماعی روزمره روی همه اقشار جامعه ما بود. سیل واردات بی‌رویه محصولاتی همچون برنج از خارج برای شکستن قیمت کالاهای داخلی بحران گرانی را باز هم وخیم‌تر کرد. حتی در مقطعی از سال با افزایش 50% قیمت برنج مواجه بودیم. در بهمن ماه کمیاب شدن و گران شدن برنج صفهای طولانی در نقاط مختلف کشور مثل اصفهان، همدان، آبادان، ایران و خوزستان به وجود آورد و بعضاً مردم بعد از ساعتها انتظار خشمگین و با دست خالی به خانه بازگشتند. در سالی که گذشت گوشت بیش از پیش برای مردم ایران به یک کالای لوکس تبدیل شد. ولی جنبلات رئیس حزب سوسیالیست پیشرو لبنان در بحبوحه بحران گرانی مرغ گفت اکنون قیمت مرغ در تهران از قیمت موشک گرانتر است. در سال گذشته عوامل متعدد مثل تورم و موج تعدید کارخانه ها باعث افزایش نرخ بیکاری شد. هرچند رژیم همواره آمار واقعی بیکاری را پنهان می کند، اما برخی از ناظران تشدید بیکاری جوانان را فراتر از بحران‌های خارجی رژیم از تهدیدات اصلی آخوندها به شمار می آورند. در سال 91 افزایش تعداد افراد زیر خط فقر و حتی زیر خط گرسنگی نیز نمود دیگری از ناتوانی اقتصادی رژیم بود. به گفته صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی رژیم ایران در سال 2012 منفی 0.9% بوده است. فروپاشی اقتصاد رژیم آخوندی در سال گذشته نمودهای برجسته بسیاری داشت. بحران ارزی و افزایش قیمت ریال و طلا. علت این بحران چه بود؟ بخش اعظم درآمدهای ارزی کشور در کنترل دولت احمدی نژاد و دولت با استفاده از اون بازار ارز رو کنترل میکنه. اما کاهش بهای نفت به طور خاص فشار تحریم ها روی رژیم باعث شد که درآمدهای ارزی کم بشه و ارز به کالای کمیاب تبدیل بشه. به خصوص که صادرات نفتی ایران بر اثر تحریم‌ها به پایین ترین سطح خود رسید. در سال گذشته قیمت دلار روند صعودی در پیش گرفت و در اوج این بحران بهای آن به 4000 تومان رسید. سقوط ارزش ریال افزایش قیمت‌ها و موج گرانی را در پی داشت. قیمت طلا هم با نوسانات زیادی مواجه بود و سکه طلا در ایران هم رکورد شکست و قیمت آن به 1,410,000 تومان رسید. و
در سال 91 عامل فساد مالی فلج کننده‌ای که سراپای رژیم رو فرا گرفته در همه خبرها به خوبی مشهود بود. این عامل عبارت بود از بالاترین مقام‌ها و عوامل خود رژیم. در حالی که رژیم آخوندی درگیر محاکمه نمایشی افرادی تحت عنوان متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی است تا به قول رسانه‌های رژیم در جنگ باندی مهره‌های اصلی را در ببرد، در اسفند ماه سال 91 یک پرونده دزدی بزرگتر از آن در پتروشیمی کشف شد. در خصوص پتروشیمی فردی دستگیر شده، بله، تخلف مالی هستش. با دستگیری سلطان بازار پتروشیمی رژیم، رسانه‌های حکومتی گزارش کردند او یکی از مدیران ارشد تجارت محصولات پتروشیمی است و به اتهام سوء استفاده گسترده مالی بازداشت شده است. سلطان پتروشیمی به نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه و نیروهای مسلح رژیم وابسته است و هرچند هویتش مجهول است، اما به گفته منابع حکومتی تابعیت دوگانه ایرانی انگلیسی دارد. تنها یکی از پرونده‌های تخلف منتسب به او به 420 میلیون یورو معادل 3000 میلیارد تومان بالغ می‌شود. در ایران تحت حاکمیت آخوندها هر حادثه طبیعی میتونه به فاجعه‌ای برای مردم کشورمون تبدیل بشه و جون بسیاری از اونها رو بگیره. سیل و زلزله‌هایی که حتی در کشورهایی در حال رشد خسارات جانی زیادی به جا نمی‌ذارن، در ایران گاهی به ویرانی کل یک منطقه منجر میشن و تلفات بیشماری از مردم میگیرن. اما اونچه در سال گذشته چشمگیر بود و وضعیت جوشان و خروشان جامعه رو به خوبی بارز کرد، از یک طرف همبستگی مردم برای کمک به قربانیان بود و از طرف دیگه حرکت‌های اعتراضی علیه کارگزاران رژیم و بی‌کفایتی اونها برای رسیدگی‌های حداقل به مردم مصیبت دیده. روز شنبه 21 مرداد ماه زلزله شدیدی در اهر و ورزقان در شمال غرب ایران صدها کشته و مجروح بر جای گذاشت. زلزله ها و پس لرزه های پی در پی در ورزقان تا ماه بعد هم ادامه داشت. کارگزاران رژیم خودشان به عدم رسیدگی به زلزله زدگان اعتراف کردند، اما جوانان میهن دست به کار شدند و با اقدامات مستقل به یاری قربانیان شتافتند. مرور کوتاه و فشرده‌ای بود بر تحولات اجتماعی و اقتصادی میهنمون در سال 91. حالا اگه بخوایم در یک کلام وضعیت رژیم رو از نظر اقتصادی و اجتماعی بیان کنیم، باید گفت که آخوندها غرق در بحران‌های داخلی و خارجی از مهار وضعیت وخیم اقتصادی ناتوانند و حتی با سرکوب افسار گسیخته نیز هیچ اهرمی برای کنترل جامعه پرجوش و خروش ندارند و همه تلاششون اینه که خط قرمز اصلیشون خدشه‌دار نشه. خط قرمزی به نام سرباز کردن قیام و تظاهرات برای برچیدن بساط این حکومت جنایتکار. در هر حال در این دوران ایران ما پرتب و تابه و ماهای پرتحولی رو در پیش داریم که خواه و ناخواه با همت تک تک ایرانیان رژیم آخوندی باید طی اون منتظر روزهای سخت و پرمشقتی باشه.